همکارم محمد تقوی اینجا در استودیو با من همراه شده. عجب بازی رو باید منتظرش باشید. میلیون ها نفر چشمشون بیشتر از بازی به حواشیشه. دقیقاً. ببینید، یکی از بازیایی هست که خب سال 1998 اون شرایط به گونه‌ای بود که بیشتر ایرانی‌ها دوست داشتن ایران ببره، نه اینکه الان دوست نداشتن ایران ببره. شرایط به گونه‌ای بود که این اختلافات نبود، این شرایط برای فوتبالیستان نبود و تیم رفت برد و همه چی هم فوتبالی بود. ولی امروز بیشتر از اینکه موضوع به مسائل در واقع بیرون از ایران برگرده، به مسائل داخل ایران داره برمیگرده. من همیشه اعتقاد داشتم، قبلا میگفتم فوتبال فقط به در واقع پرفورمنس یا نمایش بازیکن مهم، حالا نتیجه مهم میشه، اما الان متوجه شدم نه، همه چی به نتیجه بستگی داره. چرا؟ تیمی که 6 تا میبازه، این آقایون میان میگن که شما بی غیرتین، بی تعصبین، و از اون طرف تماشاگرایی که مخالف جمهوری اسلامی بودن میگفتن که حالا شما سودود هم نخوندین، ما زیاد کاری به کار شما نمیکنیم، شما باید کاری بیشتری میکنین. اما وقتی ویلز رو میبره، همونا میان میخوان مصادره کنن تیم بده، همینایی که قبلا هم میگفتن نباید در مورد این تیم صحبت کنن، میگن چرا شما یه کاری کردی که این تیم در واقع بره به سمت جمهوری اسلامی. این همین نشون میده نتیجه است که تاثیر میذاره، و کیروش این کارو خیلی خوب میدونه. امروز از اون بازیاست که صرف نظر از بحث نتیجه، چون ایران با یه مساوی هم میتونه بره بالا، صرف نظر بحث نتیجه، بحث صعود ایران به مرحله بعدیه. حالا این بحث فوتبالیه، اما مهمترین موضوع اینجاست که آیا مردم ایران، من خودم همیشه از اول بازی گفتم، الانم میگم، مطمئن باشه 10 سال آینده هم میگم، من برای من بازی های ایران در این دوره جام جهانی به هیچ عنوان ارزشی نداره، برای من حساسیتی نداره، برای تیم های دیگه میبینم، اما ایران برای من حساسیت نداره ببره یا ببازه. اما مهم اینجاست که ببینیم آیا خیلی اعتقاد داشتن که اگر ایران امروز بازی رو ببره، مردم میتونن بیان بیرون و اعتراضشون نشون بدم. من نمیدونم واقعا در چه حد میتونیم در مورد این موضوع اظهار نظرم، چون من نه رهبر سیاسی هستم، نه اطلاعات سیاسی، نه بینش سیاسی دارم، اما اعتقاد دارم در شرایط فعلی علاوه فنی شرایط ایران بهتر از آمریکاست. اما نمیدونم این بحث سیاسی چقدر میتونه رو مسائل در واقع روحی روانی بازیکنان ایرانی تاثیر بذاره که بتونن از این شرایط خارج بشن. کیروش خوب بلده این موضوعات رو کنترل کنه، در مقابل تیم آمریکا تیم جوونیه، تیمی که اومده تجربه پیدا کنه، چون خودش آماده داره میکنه برای 4 سال آینده. همه باید منتظر این بازی باشیم، اما مطمئن هستم اون حساسیتی که برای بچه های ایران هست برای بچه های آمریکا نیستش. گفتین که دنبال نمی‌کنین بازی رو به اون شکل که براتون حساسیتی داشته باشه. بسیاری از کسانی که مثل شما عشقشون فوتبال بوده، جمهوری اسلامی کاری کرده که دیگه این تیم براشون اون معنا رو نداره. سپاسگزارم از شما محمد تقوی، همکارم اینجا در استودیو با من همراه شدید.